آیت الله سید صادق شیرازی دام روز پنجشنبه طی اظهاراتی مسئولیت بازسازی حرم ائمه اطهار در بقی را مسئولیت همه مسلمانان و نه یک فرد یا برخی افراد دانستند ایشان در ادامه اظهارات خود ضمن محکوم کردن جنایت تخریب بقی افزود بر مسلمانان واجب است که در برابر جنایت تخریب حرم ائمه در بقی سکوت نکنند و با سکوت خود باعث به فراموش سپردن این جنایت نشوند ایشان در ادامه افزودند هر کس به قدر توان و امکاناتی که در اختیار دارد باید برای بازسازی بقی و مطرح کردن این مطالبه تلاش کند ایشان در پایان افزودند ان الله تعالی با سازی حرم مطهر ائمه بقی امری دور نیست یک وبسایت فرانسوی با اشاره به سیاست دولت فرانسه برای انحلال و به حاشیه راندن نهادهای رسمی اسلامی این کشور گزارش داد تعداد حملات سب شده به مساجد فرانسه از سال 2019 میلادی افزایش یافته است. به گزارش الجزیره وبسایت فرانسوی مدیاپارت در تحقیقات ویژه خود فاش کرد تعداد حملات ثبت شده و اعلام شده علیه مساجد در فرانسه از سال 2019 به دهها مورد رسیده است این وبسایت اعلام کرد سیاست رسمی دولت فرانسه مبنی بر انحلال و به هاشیراندن نهادهای رسمی اسلامی وضعیت را پیچیده تر می کند. در پایان گفتنی سه تحقیقات نشان می دهد که تجزیه و تحلیل آمار و داده های مستند وجود رابطه نزدیک بین افزایش رمد حملات علیه مسلمانان و اماکن مذهبی اسلامی و کمپین های رسانی که علیه مسلمانان در رسانه های فرانسه به راه انداخته شده است اثبات می کند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از پایگاه خبری The تایگر واحد هایی که به گارد های دفاع روستا موسوم هستند سلاح دریافت کرده و افرادی که در آنها ثبت نام کرده اند توسط نیروهای نظامی هند آموزش می بینند. این اقدام در حالی صورت گرفته که هند به دنبال مقابله با اقدامات طولانی مدت شبه نظامیان در منطقه کشمیر است. سال گذشته میلادی مقام های هند تأسیس این گروه های شبه نظامی را در پی یک سری قتل های سازماندهی شده ی افسران پلیس و ساکنان هندو در کشمیر اعلام کردند. اگرچه این ابتکار عمل به صورت کلی برای ساکنان هندوی این منطقه خوب بوده اما روستایان مسلمان نگران هستند که مسلح شدن فقط ساکنان هندو به تنش در منطقه می افزاید. سازمان ملل اعلام کرده نشست دوهه بدون حضور مقامات طالبان برگزار خواهد شد و دعوتنامه‌ای به آنها برای حضور در اجلاس ارسال نکرده است استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل اظهار داشت نشست دوهه را بدون مقامات طالبان برگزار می کند و دبیر کل این سازمان دعوتنامه‌ای به مقامات بلفعل افغانستان طالبان ارسال نکرده است استفان دوجاریک همچنین با اشاره به موضوع به شناختن حکومت طالبان در افغانستان اذعان داشت در نشست دوهه تمرکز بر احتمال به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان نخواهد بود و در این مورد بحث و گفتگو نخواهد شد گفتنی است طالبان از 24 مرداد سال 1400 که قدرت را در کابل به دست گرفت تلاش های زیادی برای به رسمیت شناختن بین المللی حکومت در افغانستان داشته است و این موضوع همواره یکی از جدیترین موضوعات منطقی و جهانی بوده است یونیسف تی گزارشی گفت بر اساس آخرین داده های منتشر شده بیش از چهار و سه میلیون کودک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در بین سالهای 2019 الی 2021 حتی یک دوز واکسن سرخک دریافت نکردند. علاوه بر این تقریبا سه و میلیون میلیون کودک در مدت مشابه برای واکسن D3 کوزاس و سیاه سرفه نیز واکسینه نشدند. در همین راستا یونیسف از دولتهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواست تلاشهایی در این زمینه از جمله تأمین منابع مالی و ایجاد سیستم‌های مراقبت‌های اولیه بهداشتی را انجام دهند. یونیسف همچنین اظهار داشت به همکاری با دولتها و شرکای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای گسترش دسترسی به واکسن ها و تقویت سیستم های بهداشتی برای کودکان این منطقه خود را متعهد می‌داند. از آنجایی که اقتصاد نیجریه همچنان تحت تأثیر تورم و کاهش درآمد نفتی قرار دارد، گزارشی فاش کرده است که سرمایه گذاری در بخش مواد غذایی حلال می تواند سالانه 16 دهم میلیارد دلار برای اقتصاد این کشور در چهار سال آینده ایجاد کند. در این گزارش که توسط شرکت مشاوره دارالحلال نیجریه و با مشارکت مؤسسه دینار استاندارد دیروز در ابوجا راه اندازی شد آمده است که نیجریه با یک و هفت میلیارد دلار هزینه برای محصولات و خدمات حلال دومین بازار مصرف کننده در آفریقا است. بنابراین بازار داخلی بزرگی برای سرمایه گذاری در این کشور وجود دارد این گزارش در پایان خواستار همکاری نزدیکتر بین بازیگران حوزه صنعت و دولت برای ایجاد استراتژی ها و مقررات اقتصاد حلال برای پاسخگویی مؤثر به تقاضاهای محلی و منطقه‌ای برای محصولات و خدمات حلال شد. ایروان از برگزاری مذاکرات صلح با باکو در روز یکشنبه فردا در آمریکا خبر داد. بنابر گزارش رویترز، سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان روز شنبه گفت ارمنستان و آذربایجان روز یکشنبه دور جدیدی از مذاکرات را در واشنگتن در مسیر تلاش به منظور عادیسازی روابط برگزار کنند. تنشها بار دیگر بین دو کشور بر سر منطقه مورد مناقشه قرباغ کوهستانی افزایش یافته است جایی که نیروهای حافظ صلح روس برای پایان دادن به جنگ مستقر شدند ارمنستان و آذربایجان تاکنون بر سر کنترل منطقه قرباغ از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 دوبار درگیر شدند در همین راستا با وجود سالها تلاش برای میانجگری بین آنها ارمنستان و آذربایجان هنوز به یک توافق صلح دست پیدا نکردند که مسائل باقی مانده مانند تعیین مرزها و بازگرداندن زندانیان را حل کند